خب بچه ها، های بچه ها، خب اول اینکه این مثلا پیازای بالکن من خیلی خوب نیستم، ولی خب به هر حال بهتر از هیچ. های های خب یکم هم خاکماک دورش مونده، خب اینا رو الان تمیزش میکنیم. زو 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 بچه، من یکی از یه نفری کی بود به من گفتش که آها، حسن که اومده بود اینجا، حسن سوسنگل، گفت خیلی حبوبات تو زیاد کن، حبوبات زیاد استفاده کن. ما گفتیم که لوبیا داشتیم، لوبیا رو، لوبیای سیاه داشتم، پری دو روز پیش خیس کردم، پری روز بعدش پختم و امروز دیروزم تو غذا ریختم، امروزم بقیهشو دارم. لوبیا پلو، لوبیا خورشته، نه همین لوبیا دیگه، من تا توش قورم ریختم و یکمم با آرد تو کره یه کوچولو چند قاشق بزن بخورم ببینم چی. یکیم قوره ها رو ریختم توش، قوره هایی که چیده بودم. نمکش هم که کمه، اینم نونم. آها، چهار تا هم قارچم مونده بود، اون قارچه رو من ریختم توی این سه تا بچه ها صبح ساعت 5 بیدار شدم، وای چقدر خوب بود، چقدر تند شده. یکی از اون گورت ها یا پودرهایی که مخصوص سلطان آورده بود میگفت من نمیدونم اینا رو برای چه استفاده ای، من دیدم برای خوراک لوبیاس گذاشته بودم، حالا یکمشو ریختم، نه یک سومشو ریختم. خب پیاز رو شستم، پوستش رو زیاد نکندم. این پیازم آی 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 از باغبونمونه، این کشاورزه که باش ای نکرم، امروز میبرم تو پیاده رویم میگم سفتش کن. البته چون امروز دوش گرفتم یکم یه کرمی زدم، از این کرمایی که بذار پوستشم بره توی لوبیای قرمز یکم قشنگ پختم، توش یک کوچولو گفتم دیگه، یکم آرد و با توی کره تفتش دادم و به اندازه یه دقیقه ها. رضا شیخا وای چقدر پیازه تند بود، آه
پیازه تازه است. ای وای رمز یتنده، رمز بتر یتنده. نه دیگه پیاز، من محصولات بالکن خودم رو میخورم. این پیاز رو میخورم. باشه باشه. ترشی دانش آخ یاختم. وای چه خوب شدم. امروز ساعت 7:30 نزدیک خونم که پیاده رفتم. آخه من میخوام برم مسافرت برای چیز آیسلند. بعد این فیزیوتراپی برای گردنم و به من گفتن که ساعتی، گفتم چند تاشو بذارید برای ماه دیگه، چند تاشو بذارید این ماه. گفتن ساعتش فرق نمیکنه. گفتم نه. امروز ساعت 7:35 داده، خودش 7:30 باز میشد. من 7:15 اونجا بودم، دیدم دوتا خانم دیگه هم وایستادن، ولی انقدر این خانمی که ماساژ داد، یه خان دختر جوان، انقدر خوب ماساژ داد. بعد اون دوتای دیگه کرم نزده بودن، اینجا یه روغنی هم زد. بعد منم با خودم گفتم حالا که میخواد به هر حال موی منو نمیدونم گردن منو اینا رو باید یه دوشی بگیرم دیگه. خوشبختانه ساعت 5 بیدار شده. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. هم پیاده روی که صبح داشتم، صدای پرنده ها، هم دوشی که داشتم، هم صبح دیگه چون صبح که بیدار میشم هم یه سیر میخورم، بعدش دیگه یه دوتا شای به نون خوردم. گفتم دیگه صبحانه نهار بیام اینجا ببینیم چی میشه. من دیروز گفتم که براتون بچه این همین پیازه رو میخوام بخورم، این خیلی تنده. این پوستش یه ذره چیز داره، اینشو بکن، ولی اینجا پوستش بوده. بره ببینم یه ذره تندیشو کم میکنه. رمز بلا بتر جت ماخ کرده با این پیازی که خوردیم. خب خلاصه همون خانمه خیلی خوب بود، هم ماساژه خیلی خوب بود، هم اومد برگشتنی هم اومدم چند تا عکس بگیرم. پیاده داشتم میرفتم، 20 دقیقه راه، 20 دقیقه رفت 20 دقیقه اومدم. دیگه هاوس مایسترمون اومده بود، دید من دارم عکس میگیرم، گفت میخوای من بگیرم؟ گفتم چه کسی بهتر از توی خوشتیپ، بیا عکس بگیر از من. یه عکس هم گرفت، خیلی مرد خوبیه. یکم تندشو گره. مقویه دیگه اینجور خواهد. توشم چی؟ قوره ها رو قوره ریختم، به جای آب لیمو قوره ریختم.
بچه ها این بازیلیکو من پرورش باغچه خودمه، اما خب خوب در نیومدم، فقط کوچولو دارم. پوست پیازه ها توشین بخوریم ببینیم رضا شیخان. غذای مقوی، پروتئین، ببینم چند چه حس خوبیه تو باغچه خودت سبزی داری. ولی خب خیلی خوبم نمیشن دیگه، ولی خب حس خوبیه. اگه بتونم مثلا آب لیمون روی پیاز گازشو میگیره. انداختم توی این یکم چیز کم زیبا حست به بهه چیه؟ بچه من هیچ وقت به بهه حسم بد نبوده، خب حسم بد نشده، ولی مدتی که رفته بود بیهس شده بودم، یعنی یه حالتی که نویترا خونسا بود دیگه. حتی موقعی که تماس گرفت خونسا بودم، ولی این کاری که کرد انقدر قشنگ بود، خودجوش این کاری که کرد، رفته بود توی خونه پدریم و بعد مدرسه‌مون و مدرسه دب عزت و اینا رو، بعد یه حالت حس خوبی بهش پیدا کردم. حس خوبه دیگه، از آصف رسیده به آیک دیگه، خوبه دیگه خودش. من براش امیدوارم که هر جا که هست موفق باشه. نوشه چون خوش خوراک. آره خیلی این خوبه. میدونید دیروز داشتم همینطور میخواستم بزنم تو یخچال، دیدم همینطور دارم چند قاشق قاشق میخورم لوبیا. غذاهات کاملا ارزش غذایی دارن، خیلی خوبه. آره غذایی که بیای مثلا من باور میکنیم فست فود دونری که یه بار چند ماه پیش سلطان خرید گودم نصف کن، اون روز رفته بودیم هی میگفت اینجا بگفتم بابا میریم تو خونه یه سری غذاهای که خودمون میدونیم چیه بگیریم دیگه. یه پسرم بود که اومد قابلی آورده بود از رستوران، نمیخواستم بیام. بعد برگشت تو پشت تلفن گفت من آخه خیلی گشنم، اجازه بدم کباب بگیرم. بگم کباب میگیره. بعد دم اومده به همسایه پایینیمونم که دادم، بعدم براش نوشتم که راستش خیلی خوب نبوده. این آش نیست، این لوبیا، خوراک لوبیا، خوراک لوبیا که ربم نریختم، راستی سرچوبم نریختم، ربم نریختم. آها خود همون پودره یاندوخ. آی 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 وای واقعا الان تو این فیلم ها میان پیازو
اومدم مال باخچم بوده انقدر تو میاسن آره میاسن الان میفهمم که چرا تو فیلم ها هی پیاز میدن طرف گریه میکنه. گریه کن گریه قشنگه. این چقدر کثیف شده. وای 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 الان در آب دماغمونه که میریزه ها. یه دونه آخه دنیا یه جور جور الان یه دونه پیاز بهتر. روغن زمین روغن زیتون آورده یه چیز دیگه آخرات سب کن یه چیزی یادم افتاد او بیستو گریه کن گریه قشنگه گریه کن گریه قشنگه منطقه از این باید دو سه قطره ریختم خب زیبا پیاز خیلی خوبه آره پیاز که من خیلی تو پیاز خیلی دوست دارم یه بار توی جایی که رفته بودم گفتم خانم این خانوما اینجوری پیاز نمیخورن نه دیگه سماق امروز دیگه نزنم دیگه سماق مرسی که یادم میندازی ولی دیگه قوره پیاز دیگه بسه بچه ها هر کی از من شکایت کرده کار خوبی کرده حتما یه مسئله رو میخواد بگه دیگه الان هی دارید اینو میکنه اشکال ندارم بالاخره شکایت به یه جامعه مدنی تعلق داره دیگه آدما اختلاف پیدا میکنن وقتی نتونه اختلافش رو حل کنه متوسل به یه مرجع دیگه میشه خب این فردم حتما نتونسته مسئلهش رو با من حل کنه که رفته شکایت کرد اشکال نداره ابروم واقعا پیازه ابرومو برد بالا آره مرسی برای اطلاع رسونیتون در مورد اینکه من پیر شدم مگه ندیدید یه دونه استوری هم تو این رابطه گذاشتم از همه شما تشکر میکنم که به اطلاع دیگران میرسونید که من خیلی پیر شدم و پیر موقع و تازه پیرتر از اینا میخوام بشم کجاشو دیدید پیرتر از اینا هم میخوام باشم کوچیک بودم کوچیک بودم زنم تو همون خونه که وحید رفته فیلمشو گرفته بود یه خانم آمده بود میمد تو خونه اصلا کار میکرد و فلان اینا بعد یه بار از من آب میخواست کوچیک بودم دیگه آب میخواست من آب که آوردم یه دفعه برگشت گفت پیشی ننه انقدر بدم اومد همون لحظه سری گفتم خودت پیرشی بعد فهمیدم گفتم چه حرفی زد نمیدونم گفتم سری گفتم خودت پیرشی حالا به ما گفتم پیر شدیم و میگیم چقدر خوب
چه غذایی هست؟ گفتم دیگه از اول لایف میبینیم. غذای لوبیا. لوبیا خیلی ساده، مقوی، پر از پروتئین، برای موهام. یکی از بچه ها وقت آرایش گرفته، خودش میخواد ببره، به من گفت آرایشگاه لاکچری میخوای یا من؟ گفتم بابا ما هنوز در حد لاکچری پاکچری نیستیم که. اینو جرات نمیکنم همشو بخورم، ولی توشو بندازیم قاطی بشه نفهمی. موهاتون خیلی زیباست، مرسی. اخ اخ اخ، شبیه شیطان شدی. باش شبیه شیطان چیه؟ من خود شیطانم. شیطان شبیه من شده. الان رفت پیازه، الان داره اثر میکنه. غذای خوبی شد، فکر نمیکردم. بعدش میخوام ناختیش بخورم، ناختیش یا دسر بخورم با اون مارسیپانه. مارسیپانه رو بخورم یه ذره. این پیاز میازا رو اینا رو چست شد و سبزی ها رو تموم کردیم. فکر نمی کردم تموم کنم، خیلی خوب شد. خب هنوز دارم میخورم. بچه ها خوراک لوبیاست. خاک پاس سرمه چشمو یعنی چی؟ آها، چه جمله سرمه چشما. غذای رزمندگان اسلام توی مدارس بود. غذای مقربی هست. من یکی از غذای خورس بدم بم. قوره ها رو خوردم، خیلی خوب شد. سوسشو مارسیپان آره سلطان داده. این سوسی هم که ریختم تو این، یکی از اون پولورهای خیلی خوبه که پودره دیگه، پودرهای دم روش عکسه. نمیم به چه زبونی هم بود، لهستانی بود، هر سن هر چی، نه انگلیسی بود نه فلان. بالاخره از روی شکلش فهمیدم مال لوبیاست. برنج چند وقت یه بار میخوری؟ بچه یه برنج یک کیلویی داشتم پری روز، تموم شد. نونا گرفته بود دیگه. دیگه فکر کنید مهمونی هم باش دادم و دیگه چلو کبابم درست کردم و خیلی چیزا، تموم شد. حالا برنجم، من برنج زیاد نمیخورم الان، هم فعلا نمیخوام برنج بخرم. میخوام هرچی توی انباریم یا انباری که تو کمدم در رابطه با چیزایی که مربوط به جوانی نمیدونم برنج پرک شده است، آرد برنج،
آرده، بعدش یه چیزای این چنینی گله گله، اونم از نمیدونم، اونم مربوط به همین چیزای کلن هیدرات، چیزای کربوهیدرات دیگه. اونا رو تموم بکنم بعد. یه دونم شیر برنج دارم. یا تموم بشه تاریخشون نگذره دیگه. تاریخ که ندارم ولی نمیخوام همطور بمونن. سلطان به نظرم قهر نکرده. سلطان یه مدا بهش فرام. من سلطان رو دوست دارم. سلطان با همه مسائلی که حالا پیش اومد و یه چیزای کوچولوه دیگه زندگی داریم میکنیم. وقتی آدم زندگی میکنه اتفاقا در کل بازم بیاد خونه من میپذیرمش. حالا بذاری. ولی یه چیزی حالا خوب شد اینو مطرح کردید بگم. ببینید ماها یاد گرفتیم که صورت خودمون رو با سیلی سرخ نگه داریم و این اشتباهه. اگه من وضع جزو فقرای جامعه هستم، خب هستم دیگه، یه واقعیته. بچه من الان توی این جامعه جزو فقرای جامعه هستم. چرا؟ درآمد من زیر 1000 500 یورو درآمد خودمه، بقیهش هم دولت. خب وقتی که شما حمایت دولتی، خب حمایت دولتی هم برای حد اقل زندگی، حد اقل زندگی. خب من الان بیام بگم که نه ما وضعمون خوبه، ما خونه داریم. بابا خونه وقتی که خونت هنوز مال خودت نیست، داری قسط بانک رو میدی، هنوز خونه مال خودت نیست، کافیه دو بار قسطشو ندی خونه رو بیان ازت بگیرن. الان خونه سمیرام همینه. اتفاقا یکی از پیامای کوتاهی که سمیرا میخواست بده، حالا گفته میدم، در مورد خونشه که خونشون چقدر اجاره، چقدر اول پیش پرداخت کردم. بچه این خیلی خوب بود، تموم شد. یه دقیقه صبر کنم ببینم ته این مونده. اوره بذارید این ته اینم من اینجور بخورم. بود برید اینجا، هم برو اینجا، تو هم برو اینجا. نهار شام بسیار خوبی بود. آها این بره اینجا، این نون بمونه برای بعد، این بره این بره این بر ناختش بیاد که یا دسر. دلم 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 اینجورم یه ذره مرتبش کنید، خوشگل دیده بشه. میخواییم ناختش بخوریم یا حالا دیگه دسری که میخواییم بخوریم جیغ کشیدنی نیست. Come on baby, come on.
پیاز میازا برن از جلوی چشمم اونورتر که ما میخواییم چیز بخواییم. یس این مارسیپانو خیلی خیلی جالبه و از این چیزا برای من بیارید. خیلی اصلا نمیدونن چیه ولی بسیار بسیار چیز خوشمزه و خیلی عالی و مقوی. چقدر خوش رنگی تو روزا فاربه. چه داغیش خوبه. گفتم این الان سرد شده باشه. بسته ها بمبه دلن 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 بمبه. یه آهنگی از بمبه یادم نیست من چه بمبه یه چیزی چیزی دلن دلن بمبه. خب Come on baby, آره خیلی اتفاقا اولین باری که من مشروب خوردم شراب و بعدم نیومد خانواده آلمانی بود. من مشروب زیاد نمیخورم. خانواده آلمانی منو برده بودن. اتفاقا یه عکسم دارم که اونجا بعد گفتن زیبا ما برات مشروب میسیم. گفتم باشه. شراب روزا فاربه مثل همین رنگ. بعد همیشه من از مشروب حالت بدی به من دست میداد. گفتم کم بریزید ببینم چیه دیگه. انقدر ریختن. هنوز عکسش هم هست تو اون جایی که خانواده آلمانی برید تو کانال زندگی نامم زندگی منو با خانواده آلمانی ببینید. یه دونه روزا فاربه شرابش هست رنگ همین این رنگ. بعدش خیلی هم خوشم نیومد ولی بعدم هم نیومد. من هر وقت مشروب میخوردم زیاد خوشم نیومد ولی اون کم که بعدم نیومد یه قدم بود دیگه. واسه همینه که اصلا کلن روزا رنگ رو دوست دارم. این رنگ هم الان این هم بهار نارنج چای بهار نارنج. خب حالا ما میان جلو یه ذره. خب از سلطان بگو راز نداری کن بچه ها. سلطان آها این داشتم میگفت. سلطان اگر واقعا پیام منو میبینه یا لایو منو میبینه، سلطان من تو رو دوست دارم ولی اون چیزی که تو رو ناراحت کرد اینه که مثلا رول بازی کردن خانوادته که مثلا با سیلی سرخ نگه دارم خودشون. خب ما اگر هر کاری میکنیم هر چی که هستیم یا واقعیتمون. الان من اومدم کمپ تو کمپش رفتم. خب یه کمپ یعنی نزدیک 14 ماه اونجاست. وضعیت خب خوبی نداره ولی آفرین به سلطان که گذاشت من فیلم بگیرم، گذاشت من اونجا بمونم، گذاشت من شب بمونم. سر کنین لوبیاها با اینا رو بخورین دندونامون چیز نشه. واقعیتش بود دیگه. حالا واقعیت خونه من، الان خونه من خونه خیلی خوبی که نیستش. حالا یه مقدار خونه قبلیم که از اینم افتضاح‌تر بود، این الان مدرن شده.
حالا تصادفی هم اینجوری شد دیگه، وگرنه الان مثلا شما خونه آذر رو نگاه کنین، خونه قشنگی نیست، خونه خوبی نیست، خونه قدیمیه. خب اینو خونه های خب آذر دوست داره، واقعیت خودش هم همونه، خونش هم نشون داده، واقعیتش هم همه. خب ما که نمیتونیم بیایم یه رول دیگه بازی کنیم برای آدمایی که تو ایران هستن که خودمونم به آب و آتیش بزنیم که مثلا به اونا پول بفرستیم. بابا یه مقدار به مسائل زندگیت، شوهر خانومت بچه تو رو نمیخواد بپذیره، آقا چرا گفتی ما خجالت کشیدیم؟ خب بای بای، بودی که وار. من اینم الان هر کسی سلطان رو نمیخواد بپذیره، مثلا بگه آقا زشته، دندوناش فلانه، آقا نمیدونم کمپش اینه، اقامت نداره، پول نداره، نمیدونم سیگاریه، نمیدونم چیه، بدنش اینجوری اونجوریه، خب بای بای. من سلطانو با تمام اون نقاط مثبت و منفیش پذیرفتم. حالا سلطان میخوای خونه خانوادت خیلی برات مهمه؟ خب کرامتم همینطور بود دیگه، کرامت اومد گفت وای کامنت هایی که نوشتن، چیزایی که گفتم، من دیگه نمیخوام. نیومده دیگه. خب بای بای، کرامت رفت. هی کرامت میگفت من زیبا خانوم، من اصلا من میخوام خودمو دیپورت کنم به خاطر اینکه منی که مهندس بودم، مهندس عمران بودم، توی نمیدونم فارغ التحصیل از جندی شاپور چی 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 چی، هی دم بدم میخوای بیا اینا رو بگی که خب من خیلی بالا بودم. الان چی هستی؟ الان من نمیتونم الان بیام بگم من دکترم، من خودم رو دکتر معرفی کنم اشتراف بار میکنم خودم رو، یعنی مجازات داره من خودم رو دکتر معرفی کنم. من میتونم بگم من پزشکی خوندم و فارغ التحصیل، ولی الان اینجا بیام بگم مراجعه کنندگان نمیدونم دکتر فلان، اینا نمیشه. من اگر در اینجا زندگی میکنم واقعیتم اینه، الان دکتری من اینجا انرکات نیست، یعنی رسمیت داده نشده بهش، با یه آدم خیلی معمولی هم فرقی ندارم. خب این واقعیت شد، واقعیت ماست. نمیدونم من اونم که رستم بابت پهلوان، دختر آقای نوبری، دختر آقای نوبری از ما هیچی بهش ما نرسیده، ما هم از خط خوردیم با رادیر با پاکوت، ما رو از خانوادهشون پاک کردن. این واقعیته. این که من بیمارستان روانی بودم بارها، بالای 10 بار، خب یه واقعیته. حالا خیلی ها میخوام بگن که من بیام اینو چی رو بپوشم؟ این که من 5 سال زندان بودم، این که من تو زندان توبه کردم، این که طرفدار جمهوری اسلامی شدم، حالا چون جمهوری اسلامی مردم ازشون بعدشون میاد، ما حالا بگیم که ما طرفدارش نشده بودیم. خب شده بودم دیگه. همسر دوم من پاسدار بود، تو دفتر رهبری کار میکرد، نمیدونم خانواده شهید بود. حالا اونم ما رو خط زده، خانواده نوبری هم ما رو خط زده، خانواده های نمیدونم خواهر برادرام هم ما رو خط زدن، جامعه پزشکی هم شاید ما رو خط زده. وایت دیگه. حالا من بیام اینجا هی صورت خودم رو سرخ نگم، بابا صورت خود من گرم میشه سرخ میشه دیگه، ول کنی، ما حالا میخوایم سرخ نشید که صورت ما فشارم بره بالا، صورتم من سرخ میشه. حالا برای چی دو تام چک بزنم که صورتم رو سرخ نگه دارم که مردم فکر کنم ما ترگل مرگلیم؟ این چیزایی که میبینید دست دوم، این دست دوم از فرح
افغان، این از هولومارک، نمیدونم این هدیه از رکسانا، این نمیدونم رفتم خون دادم به ما هدیه کردم بلوتش بده. واقعیتشونه دیگه، واقعیت همه اینا. حالا مردم میگن گدا، خب یه ذرم بذار به تو بگن گدا. حالا مردم میخوان برات کمک هدیه کنه، کمک که نه، من تو لایبم هم گفتم چیز احتیاج به کمک نداره، ولی هر کسی میخواد هدیه کنه بکنه، دخترش، مادر خانومش خیلی ناراحتید، جواهر مباهر تو بفروش، طلا ملات رو بفروش، بده ایشون دندون بذاره، شما 1000 یورو بده دندون مصنوعی بذاره. واقعیت دیگه، اون کسایی که اومدن بهش کمک بکنن، هدیه بکنن، بعد مثلا فرض کن بگن که ما میخواییم یه کاری بکنیم که این دندون دار باشه، حالا اومدیم و این جواب رد کامل دادن، گفتم ما نمیپذیریم. خب کسی اگر بیاد در این رابطه هدیه کنه بده؟ اونجا که سیما سپهر اومد 50 یورو 50 دلار هدیه کرد، خب با همون 50 دلار من براش اون چیزا گرفتم، 50 دلارشو کردم، 50 یورو اون بلیتشو گرفتم، نمیدونست خودشم که با این بلیت الان میره میاد دیگه، هی دم بدم برای اینکه یه جایی میخواست بره بلد نبود، باید 30 یورو میداد، روزی 30 یورو میداد. خب من کردم ماهی 50 یورو 49 یورو. حالا اینجا میره اونجا میره، این ور میره اون ور میره. خب حالا سیما بهش هدیه کرده بد کاری کرده، این خانم مینا از لندن بهش هدیه کرده بد کاری کرده، این همه آدم ها به منم هدیه میکنن. حالا یه ذرم بشه سلطان مثل من دیگه، منتها من خیلی کار میکنم، ایشون یه ذره کم کار میکنه دیگه. اینجا بیا اینجا، دفعه بعد دیگه باید خیلی کار کنی، بشینی اینجا و نمیدونم من چرا بهت گفتم پاشو من غذا درست نمیکنم، من گرسنم، پاشو خودت درست کن، من برای کسی غذا درست نمیکنم مگر اینکه دلم بخواد. خانمت ناراحت شده، دخترت ناراحت شده، نمیدونم زن برای خواهر زنت ناراحت شده، یه لیوان آب بخوره، یه لیوان آب بخورم. نه خیلی ناراحتم، خب هزینهاشونو بدن، هزینه رو بده، هر کاری بکنی سلطان تو منو دوست داری، هر کاری بکنی منو دوست داری، چون من به تو واقعیت ها رو گفتم، من با تو واقعی بودم، اگر خواستم 3 تا گز بهت بدم اما 3 تا رو دادم، بیشتر نخواستم بدم، با سیلی خودم رو سرخ نگر نداشتم که بگم زشته زشته مهمانه. من حبیب خدا مدام رو نمیشناسیم، نه خداشو میشناسیم نه حبیبشو. give and take، تو یه کار کردی برای من، اومدی من دیدم حس خوبی بهت دارم، با هم رفتیم خرید کردیم، این جعبه رو با هم بردیم، بعدش تو روابط هی نه میخوای بشینی اونجا چی؟ یه مرد مثلا مرد هستی که چی؟ خب باید یه سری کارهای رو انجام بده دیگه. احمد رو با تو آشنا کردم، داریوش رو با تو آشنا کردم، این همه روابط آشنا کردم، همش نمیشه که تو دنبال، بعد این دفعه همه متوجه شدن که تو خانم داری، زن داری، زن داری، با من از طریق من متوجه شدن دیگه. خب وقتی اونا رو داری، من دنبال یه خانم میگردم که با من باشه، خب تو بذار زنتم دنبال یه آقایی باشه که با اون باشه دیگه، اگه خوبه خوبه، اگه این خوبه اونم خوبه.
شما فکر کردید همه این کسایی که میان آلمان اروپا خارج اومدن خیلی سیاسی هن؟ یا خیلی تو مسائل مختلف فلان هستم زیر این نمو بخورم بابا. اینو برای من آوردی، اونو برای من آوردی، اون چیزو برای من آوردی. هر وقت دلت خواست این کارو بکن، دلت نخواست بگو حسشو ندارم. طرف مثلا بیچاره است، اصلا هم سلطان بیچاره نیست. 10 تای شما رو میذاره تو جیبش و بهتون بگه میخوای بری بلند شو تو همون جا، تو همون شهرش هم خیلی قشنگه، شهر ثروتمنداست چون توریستیه، هتل داره، اسکله داره، کنار دریاست، خیلی آلمانیا هستن. خب همش که نمیشه که تو دنبال این باشی که یه نفر پیدا کنی بعدش مثلا بیاد 3 روز 5 روز برای پول کار بکنی اونم پول تو میخوره. ولی یه ذره برای این همه الان 14 ماه خب از این دولت پول گرفتی، خب یه کاری هم برای این دولت بکن دیگه. من میدونم چقدر کارهای مختلفی برای این دولت میکنم و کردم. آره میدونم الان یه سری میان میگن آی اوی او ما همه مسائل زندگیمون روه سیلی باشه نباشه. حالا شما همین کارو که بکنی برات خوشایند نمیشه. این داستان سلطان. ولی با تمام این احوال سلطان خونه من باز میتونه بیاد، خوش اومده. بعد فعلا دیگه فعلا یه کارتو میکنی یه دونه عوضش میگیری. بعدش هم که این همه روابط مختلف آدم های مردارم بهت معرفی کردم. یکی از مسائلی که چرا نمیری خونه مثلا احمد، میده احمد چقدر روابط مختلف داره، چرا مثلا نمیری با داریوش. تا یه دونه خانم میاد بدو بدو میری که چیزه بذارم فراجنسیتی باش. من دروغ نمیگم، من دروغ نمیگم. کسی که دروغ نمیگه نه، از هیچ چیزی ناراحت نمیشه. کسی که دروغ نمیگه. الان شما بیایید برید حسابای بانکی منو اسکرین کنید ببرید همه بفهمن که من مثلا خودم اسکرین کردم گذاشتم تو کانال. بسه دیگه بسه. ولی یه این کوچولو رو میخورم مارسیپان برونجا. آبروی خانواده ها رو نبر، ای خدا فلان فلانت کنه که یه خانواده رو به هم زد. آی 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 خانواده ها رو به هم میزنه. بابا خانواده به هم خورده که طرف اومده دنبال یه زن دیگه میگرده دیگه. خانواده به هم خورده که طرف ازم از اول خانواده نداشت پا شده گذاشت اومده دیگه. فکرم از سطحی نگری بیاید این برتر. اما سلطان یه قوه تشخیص درونی داره، من اون خوشم میاد ازش. حالا به هر حال حالا رفته جوابم نمیده،
بچه هایی که مخالف من هستن؟ خب برید باهاش دعوتش کنید خونه هاتون دیگه. خب بچه هایی که مخالفه، مخالفان افشاگر، برید دعوتش کنید خونه هاتون، بیاد خونه هاتون علیه منم شکایت بکنه. اما شما حداقل بذارید دعوتش کنید بیاد یکم از اونجا بیاد بیرون، یکم هواشو داشته باشید دیگه، دعوتش کنید. آفرین مخالفای خوب، آفرین. مخالف خوب اونه، من از اون مخالفایی که بلند میشن میرن شهرهای همدیگه عکس میگیرن، خونه های همدیگه میرن، حتی برای مبارزه با من بسیار بسیار خوشحال میشن، به خاطر اینکه با هم دیگه خب یه ذره با من مبارزه میکنن، یه ساعت میشه آی زیبا ناوکو میزنیم، زیبا ناوکو فلان میکنیم، آی نابودت میکنیم، آی فلان میکنیم، یه ساعت دو ساعت فوش میدن. خب یه ذره که آروم شده، خب حالا چه غذایی بخوریم فلانی، بیا ببینم ای چقدر دکوراسیون خونت قشنگه، ای چقدر این لباسات خوشگله، ای چقدر فلان، ای چقدر شهری که داری قشنگه، پاشیم بریم بگردیم. با هم دیگه دوست میشن میرن. بابا برای مبارزه من این فرو فر... چی بود؟ دندان پزشکه فروغ نیکجورو راهله داشت میرفت دبی، نمیدونستش که فروغ نیکچو یکی از مخالفان منه که یه مدتی گروه ریپورت و میپورت و چی چی و اینو باید از بین ببریم و چی. من اینا رو به راهله نگفتم، گفتم میخوای بری دبی؟ گفت آره. گفتم بیا یه خانم دکتری هست انقدر خوشگل، خوب، مدرن، انقدر کلینیکش عالی فلان، اصلا چی 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 یه ذرم تعریف کردیم و بعد اینو با هم دوست شدم. دوست شد، دوست شد، دوست شد، دوست شد، دوست شد، دوست شد. گفتم ما بابا واسه بذار برن الان. حالا اول مثلا میرن خب تو که چیکار میکنی؟ چجوریه؟ اینم ثروتمند، اونم ثروتمند، اینم نمیدونم لاکچری، اونم لاکچری. بذار دو سه تا لاکچری ها با هم دیگه باشن یه ذره بگن بخندن دیگه حداقل. یه مدت با هم انقدر دوست بودن و دوست بودن و دوست بودن تا اینکه یه مدت بعد یه دفعه دیدم راهله گفتش که زیبا این فروغ یه سری که یه چیزایی گفت. گفتم بابا حالا مهم نیست، میگه بولش برو ببینش، تو خوشگلیاشو ببین، ببین چقدر برو خیلی کارای. گفت من خودم کلی دندان پزشک میشناسم، کلی دوست دارم فلان و اینا. گفتم بابا حالا برو، بازم باش دوست شد دیگه، حالا هر چیزی هم که بر علیه من میگه از این گوش بگیر از اون گوش در کن، همون فروغ هم منو دوست داره، وگرنه اینقدر دنبال من نمیرفت که. حالا مخالفین عزیز برید سلطانو بگیرید، بگیرید براش بلیت بگیرید، دعوتش کنید، بگید که بیاد شهرتون، بعد بیا با هم دیگه باغتون رو درست کنه، نمیدونم کباب بپز، اینقدر کبابای من کبابی زیاد نیستم، اومد کباب بپز. گفتم ببین من نه این کباب مباب منقل نداری، گفتم ببین یه کباب مایتابهی درست میکنی، دورش گوجه میزنیم و پلو بسته، منقل و پنقل و پنقل و برای دوتا آدم که انقدر میخوام بخورم منقل پنقل میخوایم بذاریم اینجا ده تا چیز. ول کن حالا این اهل منقل، منقله منقل میگن، حالا به منقل فکر نکنید تریاک مریاکه ها، چی میگن این کبابه رو اینجوری میکنن، منقل میگن دیگه، همین ما میگیم گریل، حالا باربیکیو تو فلان اینا، از اونا که نمیدونم میزنن و نمیدونم سشوار میکشن و نمیدونم فیش فیش میکنن و چی چی میکنن، از اینا که من ندارم چیزه نمیدونم، حالا درست میگم درست نمیگم. منقل آفری، منقل و دوزو باد بزن، باد بزن از اینا وارده،
دعوتش کنی جوجه کباب بزنه برات. همون آقایی که اینو دعوت کرده بود پولشو خورده بود گفت بیا برای ما کباب بزن. کباب کوبیده بزنه، این یکی بزنه، اونو بزنه. من اینا رو نمیخوام. رفتم هم که همونجا که غذا درست کرده بود گفتم نه شام درست کن نه فردا غذا درست کن. ما همین چیزایی که اینجوری هست. بابا یه دونه همون غذایی که درست کردی بس. خلاصه خانما وای 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 کواسی وای وای الان دو سه تا پیام رو دیدم بامزه بود. آره خلاصه دعوتش کنید بذارید بیاد و با هم در ارتباط باشید و عکس بگیرید، به من هرس بدید، عکس بگیرید بگید که ما سلطان را به سمت خودمون کشوندیم. به من هرس میخورم اگه این کارو بکنید. میگم بیا یکی هم از گروه ما بردن. شکست عشقی. همش شکست عشقی. ولی این کارو بکنید لطفا. حواسم هست ها، حواسم هست. خب اینم بخواه انقدر اینو خوشم میاد اینجوری که میکنم. خب خلاصه مرسی، خوب بود. باشه 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 باش. یارو خودش تو زحمت بنت. حالا بذار یه گزه یه ذره ما رو چیز کنن دیگه. خیلی خوشحال. ولی به هر حال سلطان خودش میدونه که هر وقت خاص میاد اینجا. میتونه بیاد. سخت دوستان ها کس؟ کس سخت دوستان؟ آقا عکسشو گذاشتیم عکس سکس. نه چهار تا گزه گرد بود انقدری. ما حساب بکنیم دو سه سه چهار تقریبا یکشم من خوردم دیگه. کودک درون زیبا شیطنت خو. یانامی هستن آی گز، آی یانامی هستن بالا، سن بالا یانامی هستن. خب بچه ها خلاصه خوب بود امروز، خیلی خوب بود، خیلی صبح انقدر خوش. حالا چقدر خوبه که روز چیزم برم. آها پول اولی 52 ایران برای من واریز شد امروز به حساب من برای همین مسافرتم. من دارم میرم دورتموند روز پنجشنبه. کسانی که از دورتموند هستن میتونن با من تماس بگیرن، بیان تلگرام من، چون من دایرکتر رو نمیبینم یا دایرکتر رو خیلی به ندرت میبینیم. بعدش بیان دورتموند اگه هستش که ما که میریم خلیل رو میبینیم، شما رو هم ببینیم. بعد نه حس خوبی دارم به این مسافرت. حالا ببینیم استپ بای استپ، شیریت فور شیریت میریم جلو. خب بچه ها من رفتم وزن کردم، اینم بهتون بگم. همین جایی که رفته بودم برای ماساژ و اینا، دختره اینقدر خوب ماساژ داد، خیلی خوش آمد. دفعه دیگه میخوان با این کشار، این کشارم که به من چیز هدیه داده، از این کشار، کشایی که نمیدونم برای فیزیوتراپی، نونا به من هدیه داده، خیلی خوبه. بعدش آره داشتم چی رو میگفتم یادم رفت. خلاصه خوبه دیگه، میریم اونجا. اگه خواستید بیایید با صحبت بکنیم و بعد برنامه بذاریم و اونایی که توی دورتموند هستن با خلیل آشنا بشن و خلاصه روز خوبی رو با هم دیگه بگذرونیم دیگه. روز خوبی رو با هم بگذرونیم.
فکس. اوه پاییز. آه وزنت. آفرین. رفتم وزن کنم و بعد گفتم اونجا دستگاه است. رفتم گفتم بابا اینا پدر منو در آوردن گفتن. رفتم دیگه با کفشم و لباسام و اینا دیگه کفشم رو در آوردن دیگه سخت بود. 77 کیلو بودم. 77 با وزنه اونا. اینم جهت اطلاعش بود. 77. این. ولی من به شما گفتم من وزن کم نکردم. حالا شاید سایز کم کردم. اینم شماها میدونید. ولی وزنم به نظرم کم نشد. به خلیل میگم حالتو بگیر. بابا خلیل از الان حال ما رو گرفته دیگه. حال ما رو گرفته هنوز. بهش بگید یه ذره کمتر حاله. یه ذره دوزشو بیاره پایین تر. بیشتر خوشمون بشه. 163 وزنمه. خب بچه ها بای بای خوش گذشت. مرسی. خوب بود لوبیا. چقدر خوشمزه بود.